بهترین آلبوم های سال 2023، آلبوم چهارم بلک بی از سیلور ماث. به احتمال زیاد گروه اسکاتلندی ماگوای رو میشناسید، یکی از شاخص‌ترین و مهمترین گروه‌های تاریخ موسیقی پست راک، که قبلا توی ویژبام پنجم در موردشون گفته بودم بهتون. میخوام یه گروه دیگه به اسم سیلور ماث رو بهتون معرفی کنم، گروهی که پروژه جدید گیتاریست و یکی از مؤسسین اصلی گروه ماگوای یعنی استوارد برث‌ویت به حساب میاد. شروع ماجرای این گروه خیلی جالبه. قضیه اینه که تو سال 2021 استوارت با یه آرتیستی سر یه موضوعی توی توییتر شروع میکنه بحث کردن. نمیدونم سر چی. اما انگار جالب بوده، چون 3-4 نفر دیگه هم به بحثشون اضافه میشن و فلانی فلانی رو دعوت میکنه و همینطوری پیغام میفرستن و قضیه میره جلو که تو دل همین پیغاما این پیشنهاد مطرح میشه که بیایم همین ایدهایی که داریم در موردشون حرف میزنیم رو بچینیم کنار هم و یه پروژه مشترک باش تعریف کنیم. استوارت و 6 نفر دیگه که از خواننده و درامر توشون بود تا چلیست و بیسیست واسه جدیتر صحبت کردن از تو توییتر میرن تو زوم. چند بار تصویری با هم صحبت میکنن و آخرش قرار میذارن که یه جلسه حضوری توی استودیوی بلک بی توی جزیره لوئیس توی اسکاتلند برگزار کنن و واسه اولین بار هم دیگه رو ببینن. چند تا آرتیست غریبه هر کدوم لبریز از ایده بدون اینکه کوچکترین چیزی از قبل آماده کرده باشن با سازاشون میان توی استودیوی بلک بی و همینطوری حرف میزنن و بحث میکنن و ساز میزنن و مینویسن و میرن جلو. همشون به خاطر قرنطینه های کرونا عصبانی بودن. همشون به یه شکلی زخم خورده کرونای کوفتی بودن. یا عزیزی رو از دست داده بودن یا طور دیگه ای ازش لطمه دیده بودن. حالا نه تنها از قرنطینه اومده بودن بیرون، بلکه از محدوده امن خودشون هم بیرون اومده بودن. تکرار مکرراتو گذاشته بودن کنار، از قطعیت همیشگی فاصله گرفته بودن و داشتن یه کاری رو میکردن که تا اون موقع هیچ کدوم نکرده بودن. استدیو این زود پس شده بود براشون به سریع ترین شکل ممکن. توی فقط 4 روز ایده‌هاشون رو ترکیب میکردن و به نتیجه میرسیدن و توی یه برداشت یا نهایتاً 2 تا کار رو ضبط میکردن و میبستن میذاشتن کنار رو میرفتن سراغ بعدی. و اینطوری شد که 6 تا ترکی که توی استودیوی بلک بی تو سال 2021 ضبط شد تبدیل شد به آلبومی به اسم بلک بی که شد اولین اثر پروژه سیلور ماث و با 2 سال تأخیر به تاریخ 21 اپریل 2023 منتشر شد. یه آلبوم کشنده، مهلک و کارساز که آدم رو آروم آروم از پا در میاره و به زانو میندازه. هدفش زمین زدن ماست، اما نه یهو، نه یه دفعه، نه اینکه سری کارو یه سره کنه. انگار که داره قطره قطره به همون زهر تزریق میکنه. برنامه داره برامون، سر فرصت با حوصله بدون عجله کار خودشو میکنه. امیدمون رو تبدیل به یأس میکنه و وسط ناامیدی دوباره امیدوارمون میکنه. ترک ها همه طوفانی هن. فضای کار پست‌راکیه که قشنگ اکسپریمنتال و تجربی بودن رو میشه با تمام وجود توش حس کرد. واسه من شاخص‌ترین عضو این پروژه 7 نفره استوارت برث‌ویته که به خاطر ماگوای میشناسمش. اتفاقا رد پررنگ موسیقی ماگوای میشه توی این آلبوم به وضوح حس کرد. با این تفاوت که ماگوای آهنگاش اینسترومنتال و بدون کلامه، اینجا ولی وکال خانم داری. بقیه‌شون رو نمیشناسم. مهمم نیست واقعا. مهم اینه که همه‌شون به قدری عالین، به قدری هم افزایشون فوق‌العاده عذاب در اومده که آدم نمیتونه باور کنه این یه آلبوم تصادفیه که اصلا قرار نبوده باشه، که اینو موقعی که قرار گذاشتن برن تو استودیوی بلک بی همدیگه رو ببینن خودشون هم فکر نمیکردن که خروجی معاشرتشون تبدیل به یه آلبوم بشه، اونم همچین آلبومی. معلوم نیست که اینو بخوان در آینده بازم با هم کار بکنن یا نه، خودشون هم نمیدونن. به ما چه اصلا، با همین یه دونه آلبوم کلی عشق میکنیم تا ببینیم بعدن چی میشه. پس آلبوم بلک بی از سیلور ماث میشه 4مین آلبوم برتر من تو سال 2023.